سلام، خسته نباشین. امروز میخوام بهتون یه آموزش درست کردن یه گوشواره جذاب رو یاد بدم. من اولین کارایی که میکنم آماده کردن لوازممه. همونطور که دیدید من لیوانو بریدم چون خیلی کار باهاش اینجوری راحت تر. بعدش رزینم به نسبت 1:2 با هم ترکیب میکنم که یعنی 2 قسمت رزین و 1 قسمت هاردنر. رزین یه ماده بسیار حساسه که باید حتما نسبتش رعایت بشه. پس بهتر از ترازوی استفاده کنید که گرم رو نشون بده. برای هم زدن رزین بهتر شما از یه چیز چوبی استفاده کنید. حالا چه خلال دندون باشه چه چوب بستنی. توصیه من استفاده از چوب بستنیه. چون خیلی استفاده ازش راحت تره و خلال دندون رو برای کارهای ظریف در پیشنهاد میدم. باید قبل از این که میخواین کارتون رو شروع کنید قالباتون رو آماده کنید. حالا این آماده کردن ممکنه چند تا مرحله داشته باشه. قالبتون رو هیچ وقت با اسکاش تمیز نکنید، حتی اگه مو گرفته باشه فقط با آب خالی بشوریدش. مایه ظرفشویی، دستشویی، صابون استفاده نکنید. من معمولا چسب نواری استفاده میکنم چون قالبم تمیز بود، نیازی به چسب نبود. حالا یه ویدیو دیگه ضبط میکنم و بهتون نشون. من اول میخواستم از رنگ جوهری زرد استفاده کنم. اینجا میبینید که دارم از خلال دندون استفاده میکنم. رنگ جوهری رو خیلی کم به رزینی که جدا کردم اضافه میکنم. یعنی شما نباید یهو به کل رزینتون بزنید. رزینتون رو تو ظرفای کوچیکتر بریزید که قراره از چند رنگ استفاده کنید. رنگتون رو بهش اضافه کنید، خوب هم بزنید، بعد استفاده کنید. چون تو این مرحله استفاده کردن از خلال دندون باعث میشه که کارتون ظریف‌تر باشه، پس توصیه میکنم حتما این کار رو انجام بدید. مرحله دوم، من اومدم رنگ سبز جوهری رو استفاده کردم. دوباره همونطور که بهتون گفتم از خلال دندون استفاده کردم، رنگ آروم بهش اضافه کردم. یه جوری اضافه کردم که رنگ زرد پخش نشه. من میخوام هم رنگ زرد داشته باشم هم رنگ سبز. محصولاتی که چند تا رنگ مختلفی توشون به کار میره نیاز به صبر دارن. شما باید رنگا رو دونه دونه ترکیب کنید، اضافه کنید. خیلی باید صبور باشید و با آرامش این کار انجام. اگه عجله داشته باشین بخواین تونتون این کار انجام بدین نمیشه، کارتون جلو نمیره. پس باید صبور باشین، کارتون رو با دقت انجام بدین، حوصله داشته باشین. اگه یه جایی هم دیدین خراب شد معمولا رزین دستتون رو باز میذاره که بتونید اصلاحش کنید. سعی کنید رزینتون رو زیاد درست نکنید که براتون درد سر بشه و اینجوری بشه که شما یه عالم رزین براتون اضافی بیاد. مرحله آخر، من اومدم رنگ طلایی اکلیلی رو با رزینم قاطی کردم و به جاهایی که میخواستم اونجاها فراق بشه، درخشان بشه، اکلیل داشته باشه اضافه کردم. رنگ اکلیلی خاصیتی که داره یه سنگینی خاصی داره که فرو میره توی رزین. به خاطر همین شما باید خیلی، اگه میخواید مثلا در حد یه رگ استفاده کنید، باید خیلی ظریف ازش استفاده کنید. حتما از خلال دندون استفاده کنید و یهو قطره‌ای نریزیدش، چون اکلیلش میره ته و اون جلوه که شما میخواید رو به کارتون اصلا نمیده. و در مرحله نهایی هم اومدم دیدم کجاها مثلا زردش کمتره، سبزش کمتره، اضافه کردم، کم کردم. اگه نیاز بود یه جاهایی رو از خلال دندون استفاده کردم و حتی رزین بیرنگ اد کردم. رزین یه هنریه که نیاز به خلاقیت داره. شما باید خلاقیتتون رو همیشه استفاده کنید، سعی کنید بروز باشید، سعی کنید از نمونه های آماده الگو برداری کنید، ایده پردازی کنید، ایده برداری کنید. از سایت های مثل پینترست کمک بگیرید. اینستاگرام یه منبع خیلی عالیه. اگه اول راه هستید اصلا عیبی نداره اگر میخواید کپی کنید، ولی نیازه که اون کار به عنوان تمرین باشه، نه اینکه شما اون کار رو بفروشید. من خودم مشکلی ندارم و مطمئنم که این کار واقعا مشکلی نداره، چون هر انسانی وقتی هنری رو شروع میکنه نیاز به الگو داره. الگو قرار بدین اول دیگرونو، ولی بعدش فکر هنری خودتون داشته باشین. سلامت باشین
و امیدوارم در این راه موفق باشید. منو لایک کنید و اگه دوست داشتین ساب. خدا نگهدار.